محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا صلوا كما رأيتموني أصلي. همان گونه که من نماز میخوانم شما هم نماز بخوانید. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت ابو هریره، حضرت عایشه، انس ابن مالک رضی الله تعالی عنهم اجمعین و دیگر اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم، کیفیت نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم را دقیقا برای ما نقل کردند. بنده انشاءالله بر اساس احادیث و روایات صحیح کیفیت نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم را خدمت شما عزیزان ان شاء الله نمایش خواهم داد. مهمترین چیزی که در نماز وجود دارد آغاز نماز هست، آن نیت نماز، یعنی این که انسان قبل از این که بلند بشود برای نماز باید نیت قلبی داشته باشد. نیت یعنی تصمیم و اراده‌ای که در قلب شما وجود دارد. همین که شما بلند شدید، وضو گرفتید، سر مصلی ایستادید برای نماز خوندن، این نیت نماز شما هست. شما می دانید که وقت ظهر هست یا وقت عصر هست یا هر نماز دیگر، شما در آن وقت برخواستید که نماز بخوانید. همین برخواستن شما و همین مسجد رفتن شما، این یعنی نیت نماز. تلفظ نیت با زبان لازم نیست و حتی بدعت هم هست و انسان نباید در این زمینه وسواس چندانی را داشته باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کردند در صحیح بخاری که معروف هست به حدیث مسیء الصلاه، رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه آموزش نماز دادند: اذا قمت الى الصلاه فكبر، وقتی که برخواستی برای نماز و خواستی نماز بخوانی تکبیر بگو. و بنابر روایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه، تحریمها التکبیر، یعنی آغاز نماز، تحریمه نماز تکبیر هست. و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نیز می فرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازشان را با تکبیر و قرائت را با الحمدلله رب العالمین آغاز می کردند. تکبیر تحریمه یعنی اولین تکبیری که بعد از آن اعمال دیگر بر ما حرام می شود. با گفتن الله اکبر، خوردن، نوشیدن، راه رفتن، سخن گفتن، کارهای دیگر بر شما حرام می شود. همزمان با تکبیر ما باید دسته ها را بلند بکنیم. این تکبیر تحریمه هست. تکبیر یعنی الله اکبر. زمانی که ما میخواییم نماز را شروع بکنیم میگیم الله اکبر و همزمان با تکبیر گفتن دسته ها را بلند میکنیم. به این صورت که الله اکبر، دسته ها تا این اندازه بالا میاد. بنابر روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری که ایشون میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که نماز را آغاز میکردند، رفع یدیه حذو منکبیه، دسته ها را تا برابر شانه ها بالا میبردند. برخی از مردم در هنگام نماز و تکبیر تحریمه دسته ها را بیش از اندازه بلند میکنند، مثلا به این اندازه الله اکبر، یا برخی از مردم این به این گونه میگیرند الله اکبر، یا حتی مثلا پایین تر از این الله اکبر. تمام اینها اشتباه است. آن چیزی که مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست به این گونه هست که دو تا دست تا برابر دو تا شانه بلند بشود، به این گونه که الله اکبر. این تکبیر تحریمه هست و بعد از تکبیر تحریمه باید دسته ها را ببندیم. وقتی که تکبیر گفتیم الله اکبر، دسته ها بسته می شوند. به این صورت کیفیت بستن دست در نماز، شما می توانید دسته ها را به این گونه، یعنی دست چپ را پایین و دست راست بالا هست و دست راست روی دست چپ گذاشته می شود، یا به این صورت دست را بگذارید، یا صورت قبض که به این صورت قبض بکنید، یعنی دست راست چپتون را به این گونه بگیرید. این کیفیت بستن دست هست. در موارد دیگر هم اومده از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، گذاشتن دسته ها روی سینه به این صورت بالا باشند. و از
نظر فقها موارد دیگری هم هست، گذاشتن دست بر روی ناف یا زیر ناف به این صورت که صحیح ترینشان و معتدل ترینشان همین مطلبی هست که من درس کردم، یعنی به صورت حالت عادی دستها را به این گونه در روی سینه بگذارید. این اولین قدم هست، تکبیر گفتن و بعد از آن بستن دستها. و آن چیزی که مهم هست بعد از بستن دستها قرائت هست، خواندن، از کاری که در نماز باید بخوانیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم نمازشان را با یکی از این اذکار شروع می کردن. بنابر روایتی که حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت کرده، رسول الله صلی الله علیه وسلم در ابتدای نماز می گفتند که سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیره. یعنی بعد از این که شما دستها را بستید به این صورت، این دعا را می خوانید. غیر از این دعاهای دیگری هم هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. به طور مثال دعایی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل شده که ایشان میگوید من به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم که یا رسول الله، شما بعد از تکبیر و قبل از قرائت اندکی سکوت میفرمایید، در حالت سکوت شما چه دعایی را میخوانید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من در حالت سکوت این دعا رو میخونم که اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللهم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. این دعایی هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. هر کدام از این دو دعا را که شما خواندید هیچ گونه اشکالی ندارد و جایز هست و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست. بعد از تکبیر گفتن و بستن دستها و خواندن این دعا زمان قرائت هست. قرائت را با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنید. یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بعد از آن سوره فاتحه را میخوانید و بعد از فاتحه هر سوره ای را که بلد بودید از قرآن کریم میخوانید. چه یک سوره کوتاه باشد که تمام این سوره را بخوانید، یا چند آیه باشند از هر کجای قرآن، هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود ندارد و جایز هست. منتها دقت بکنید که آیاتی را که میخوانید در نماز، اعم از سوره فاتحه و قرائت دیگری را که میخوانید از آیات قرآن کریم که بعد از فاتحه میخوانید، تمام اینها به صورت شمرده شمرده و آرام اینها را بخوانید. با یک نفس و شتابان قرائت قرآن را در نماز انجام ندهید، بلکه به این صورت باشد. وقتی که دستها را بستید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. این کیفیت قرائت در نماز هست، اما از این که این قرائت سوره فاتحه باشد یا سوره دیگری که شما میخوانید. بعد از این سوره فاتحه شما هر سوره ای رو، یا یک آیه بلند رو، یا چند آیه کوتاه رو، یا یک سوره ای رو به اندازه ای که برای شما میسر هست این قرائت را میخوانید و بعد از آن حالت قیام شما و قرائت شما کامل شده. و بعد از آن مرحله دیگر هست، یکی دیگر از ارکان نماز هست، این حالت رکوع هست. قبل از این که به رکوع برویم، یک نقطه را حتما باید به خاطر داشته باشید که در هنگام قرائت باید لبهای شما حرکت بکند. یعنی این گونه نمی شود که شما در حالت قرائت لبها را روی هم بگذارید و هیچ چیزی را نخوانید، فقط با قلب خودتان مرور بکنید. اگر با قلب بخوانید نماز شما صحیح نیست، قرائت را انجام ندادید. قرائت یعنی این که حتما با حرکت زبان و با حرکت لبها شما یک چیزی را در حالت نماز بخوانید. بعد از این که قرائت را انجام دادید، می رویم به رکوع.
و در نماز چهار مورد ما داریم که به عنوان رفع یدین هستند، یعنی بلند کردن دسته ها به همان کیفیتی که قبلا نمایش دادم. بلند کردن دسته ها بین گونه که کف دست به طرف قبله باشد و به برابری و موازات شانه ها دسته ها بلند بشوند. حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه است در صحیح بخاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز را آغاز می کردند یا وقتی که به رکوع می رفتند و وقتی که از رکوع بر می خواستند دسته ها را بلند می کردند و بلند کردن دست کیفیتش این است که به این اندازه بلند بکنند دسته ها را. شما در حالت نماز قرائت را خوندید، فاتحه را خوندید و بعد از آن یک سوره را هم اضافه خواندید و الان می‌خواهید که به رکوع بروید. کیفیتش این است که قبل از این که به رکوع بروید دست‌ها را بلند بکنید که الله اکبر. بعد از این که تکبیر گفتید به رکوع می‌روید. و در حالت رکوع کیفیت خود رکوع را باید مد نظر شما باشد. و حالت و کیفیت رکوع این گونه است، بگونه ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث حضرت ابو هریره و احادیث دیگر آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ثم مرکع حتی تطمئن راکعا. رکوع بکن بگونه ای که در حالت رکوع آرام بگیری. یا در روایت دیگری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو وقتی که نمازش رو نقل میکنن میگن که ثم حصر ظهره، کمر خودشان رو رسول الله صلی الله علیه و سلم راست میکردن در هنگام رکوع. و در روایت ابو مسعود انصاری رضی الله تعالی عنه هست که لا تجزئ الصلاه الرجل لا يقيم ظهره في الركوع والسجود. کسی که رکوع را به صورت کامل انجام نمیدهد نمازش درست نیست. و کیفیت رکوع رسول الله صلی الله علیه و سلم به این گونه بود که وقتی که به رکوع می رفتند دو دست خودشان را بنابر روایت حضرت ابو حمید ساعدی رضی الله تعالی عنه امکن یدیه من رکبته، به این گونه یعنی با دو دست خودش زانوهای خودش را کاملا می گرفتند، به این صورت که الله اکبر. این حالت رکوع با دو دست زانوها را به این گونه می گرفتن، کمر کاملا راست باشد و سر نباید پایین باشد، یعنی سر به موازات کمر باید قرار بگیرد، نه زیاد پایین باشد و نه زیاد بالا باشد. هر دو این صورت ها اشتباه است. در حالت رکوع و در تمام حالات ها از کار مشخصی ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که این باید سعی بکنید که این از کار را در همان حالت مخصوص بخوانید. دعای رکوع در رکوع، دعای سجده در سجده، دعای در میان دو سجده یا بعد از رکوع در همون حالت خودش مشخص بشود. معروفترین دعا و ذکر رکوع سبحان ربی العظیم هست. حد اقلش یک مرتبه. یک مرتبه که شما گفتی سبحان ربی العظیم یعنی این که ذکر رکوع را شما انجام دادید. و کاملترین صورتش حداقل سه مرتبه هست، یعنی سه مرتبه که شما گفتی سبحان ربی العظیم یعنی این حداقل کمال هست که به صورت کامل شما از کار رکوع را انجام دادید. غیر از این از کار دیگری هم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام می دادند و می خواندند، مانند سبوح قدوس رب الملائکه و روح در حالت رکوع و در حالت سجده. و همچنین در حالت رکوع و در حالت سجده رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمودند که سبحانك اللهم ربنا و بحمدك رب اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا و بحمدك رب اغفر لي. این حالت رکوع هست. رکوع باید به این گونه باشد. قبل از این که میخواهید که از رکوع بعد از این که از رکوع خواستید بلند بشوید باز هم رفع یدین داریم. مثلا میگویید که سمع الله لمن حمده، دستها بلند میشود مثل همون حالت اول و تا برابری و به موازات شانه ها بلند می شود و دسته ها رو دوباره پایین می اندازید. می گید سمع الله لمن حمده، وقتی که از رکوع بلند بشید الان ایستادید به صورت کامل. بعد از رکوع یک چیزی که خیلی مهم هست که حتما باید راست بیستید، کمر شما باید راست باشد بنابر روایت حضرت ابو حمید ساعدی رضی الله تعالی عنه و اذا رفع رأسه
زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم سرشون رو از رکوع بلند می‌کردند و کاملا راست می ایستادند، حتی یعود کل فقار مکانه، تا اینکه تمام ستون فقرات رسول الله صلی الله علیه و سلم به جای اصلیش برمیگشت، یعنی به صورت کامل و راست می ایستادند. بعد از اینکه راست می ایستادند، رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفتند ربنا ولک الحمد، بعد از سمع الله لمن حمده، که شما راست ایستادید در حالت قومه، یعنی بعد از رکوع و قبل سجده این ذکر را میخوانید که ربنا ولک الحمد، یا از این اذکاری اضافه بر این هم هست که ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا از کار دیگری که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده. حتما سعی بکنید که ربنا ولک الحمد یا از کار دیگری که میخوانید در حالت قیام باشد. بسیاری از مردم عادت کردند وقتی که از کار بعد از رکوع را میخوانند، در زمانی که در حال فرو رفتن هستند و میخواند که به سجده بروند، در این حالت این از کار را میخوانند. این اشتباه است. زمانی که شما ایستادید راست، سمع الله لمن حمده، ربنا ولک الحمد، و بعد از آن می روید به سجده. خب من الان از رکوع برخواستم، از کار بعد از رکوع را خواندم، می خواهم که سجده برم. این گونه است که الله اکبر، این حالت، این همراه با تکبیر گفتن من به سجده رفتم. و حالت سجده را هم باید ما مد نظر داشته باشیم که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند امرت ان اسجد على سبعه اعظم، به من دستور داده شده که بر هفت عضو من باید سجده بکنم. الوجه که چهره هست، هم از پیشانی و بینی، و دو تا دست و دو تا زانو به اضافه انگشتان پا. اینها حتما باید در هنگام نماز و در هنگام سجده باید روی زمین قرار بگیرند. هر کدام که از اینها که از زمین کاملا برخواستند و در واقع متصل به زمین نبودند، این اشکال در نماز ایجاد می شود. اگر به صورت کامل در تمام حالت سجود پاهای شما مثلا از زمین بلند بود، نماز شما درست نیست. کیفیت سجده به این گونه هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم در هنگام سجده دسته ها را به این گونه می گذاشتن روی زمین. در حالت سجده دسته ها باید به طرف قبله باشد، دسته ها کاملا به طرف قبله، و رسول الله صلی الله علیه وسلم به این گونه سجده می کردن. در حالت سجده کیفیت گذاشتن دستها دقیقاً مانند همان حالتی هست که در حالت تکبیر تحریمه بود. در حالت تکبیر من عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستها را تا این اندازه بلند می‌کردند. در هنگام سجده دسته ها را به گونه ای بگذارید که به موازات شانه های شما قرار بگیرند، یعنی به این صورت انگشتان به طرف قبله هستند و سر شما در وسط قرار دارند و به موازات شانه هایتون به این گونه هستند. در حالت سجده معروف ترین ذکرش سبحان ربی الاعلا هست، حداقلش یک مرتبه، و کامل شدنش و کمال اذکار همون سه مرتبه هست که سبحان ربی الاعلا. غیر از این سبوح قدوس رب الملائکه و الروح هم وارد شده از رسول الله صلی الله علیه وسلم، سبحانک اللهم ربنا و بحمدک رب اغفر لی، اینم از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده. در حالت سجده حتما باید دقت بکنید که این دست شما باید از زمین جدا باشد. اگر دست شما به این گونه صاف روی زمین بگذارید، این برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. هم این قسمت دست از زمین باید بلند باشد و هم این قسمت بازوی شما از بدن شما باید فاصله داشته باشد، یعنی دقیقاً به این گونه باید دسته ها رو شما بگذارید. دسته ها به این گونه گذاشته می شوند که هم دسته ها به این گونه که این دست هم باز هست، به زمین هم نچسبیده و به بدن هم نچسبیده. یعنی این که اگر این گونه سجده کردید این اشتباه هست، و همچنین اگر این گونه سجده کردید این هم اشتباه هست. دسته ها کاملا باید به موازات شانه بر روی زمین و سر انگشتان به طرف قبله هست و این گونه سجده می کنید که بازوها و دسته ها از زمین بلند هست و بازوها به بدن شما نچسبیده و اذکار را می خوانید. بعد از این که اذکار را تمام کردید تکبیر می گوید که الله اکبر. الان
این جلسه هست، یعنی نشستن در میان دو تا سجده. در میان دو تا سجده اذکاری هم وجود دارد، از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده که معمولا بسیاری از مردم این اذکار را فراموش می کنند و نمی خونند، و فراموش کردن این اذکار باعث می شود که در نماز ما، در خشوع ما و خضوع ما و در ثواب و تأثیر نماز ما متاسفانه اشکالی به وجود بیاد و تأثیر نماز کم بشود. رسول الله صلی الله علیه وسلم در میان دو سجده همیشه این دعا را می خوندند که رب اغفر لی، رب اغفر لی. حداقل این رو به هر اندازه که بخواهید می توانید تکرار بکنید. و نقطه دیگری که در نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم جلب توجه می کرد این بود که غیر از قیام و غیر از حالت التحیات تمام بخشه های نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم مساوی بود. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به همان اندازه‌ای که در حالت رکوع صبر می‌کردند، بعد از رکوع به همان اندازه صبر می‌کردند، به همان اندازه‌ای که در سجده وقت را می‌گذراندند، بعد از سجده در میان دو سجده به همین اندازه می‌نشستند، به اندازه‌ای که حضرت انس رضی الله تعالی عنه می‌گوید که وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از رکوع برمی‌خواست یا از سجده اولی برمی‌خواست، ما گمان می‌کردیم که رسول الله صلی الله علیه نماز را فراموش کردند. یعنی از بس که می نشستند و طول می کشید ما فکر می کردیم که شاید رسول الله صلی الله علیه وسلم فراموش کردند که در حالت نماز هستند. در هنگام وسط دو سجده یا در هنگام التحیات دسته ها به این صورت به صورت عادی گذاشته می شوند. لازم نیست که حتما دسته ها رو انگشتان رو جمع بکنید یا این گونه که به صورت کلی انگشتان رو باز بکنید. خب به صورت عادی این انگشتان رو بر روی دسته ها رو بر روی پاها می گذارید و انگشتانش به صورت عادی در واقع قرار می گیرند. این سجده اول هست و بعد از آن دوباره تکبیر می گید و به سجده دوم می روید به این گونه الله اکبر با همان کیفیتی که من قبلا برای شما بیان کردم. بعد از این بلند می شوید و به رکعت دوم. در مورد بلند شدن در به رفتن به رکعت دوم از رسول الله صلی الله علیه و سلم کیفیت دیگری هم نقل شده که معروف هست به جلسه استراحت. یا به این گونه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که از سجده بلند می شدند یک مقدار می نشستند و بعد از آن دوباره بلند می شدند. بسیاری از فقها نظرشون این است که در صورتی که شما نیاز داشته باشید به این استراحت رو انجام بدهید. اگر کسی این استراحت رو انجام نداد باز هم هیچ گونه اشکالی ندارد. به این گونه وقتی که از سجده بلند شدید بگید الله اکبر به این گونه و دوباره بلند می شوید به رکعت دوم. این کیفیت بلند شدن هست. و یا صورت دیگری هست که عموما مردم این گونه بلند می شوند، رفتن به سجده و برخاستن به از سجده، همون صورت اولی که من به سجده رفتن به این گونه هست. یعنی اول زانوها و بعد دسته ها را می گذارید. این کیفیت اول هست که من خدمت شما بیان کردم. به این صورت سجده را انجام می دهید و وقتی که از سجده برخاستید به همون انداز با همون ترتیبی که دسته ها را گذاشتید و پا را گذاشتید به همون ترتیب برمی خیزید، یعنی به این کیفیت. و کیفیت دوم هم این بود که من خدمت شما عرض کردم که در آن جلسه استراحت بود. بعد از آن که بلند بشدید به رکعت دوم به این گونه هست، در رکعت دوم دعای استفتاح وجود ندارد. بلند شدید دسته ها را میبندید و قرائت را شروع میکنید با بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله گفتنش هم لازم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین تا آخر میخونید و بعد از سوره فاتحه یک سوره دیگر را میخونید و دوباره میروید به رکوع، دقیقا به همون کیفیتی که من قبلا خدمت شما عرض کردم. به این کیفیت مثلا به رکوع میروید، این بعد از تکبیر گفتن و بلند کردن دسته ها به رکوع میروید و از رکوع که برخاستی سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد و بعد از آن دوباره به سجده می روید و سجده رو انجام می دهید با همون کیفیتی که قبلا خدمت شما بیان کردم. بعد از سجده می نشینید، این رکعت دوم شما هست، یعنی اولین التحیاتی که شما در نماز می خوانید. در التحیات یعنی بعد از دو سجده‌ای که شما انجام دادید می نشینید در حالت التحیات یا همون قاعده اولی. معروف ترین
روایتی که در این زمینه وجود دارد روایت حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه است که ایشان میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم دستهای من را گرفتند و التحیات را به من آموزش دادند، که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه التحیات را این گونه نقل کرده که التحیات لله و الصلوات و الطیبات و السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این التحیات هست، التحیات رو به این گونه میخوانید و بعد از التحیات درود میفرستید بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. معروف ترین الفاظ درود این است که اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. این درودی هست که شما در نماز میخوانید. بعد از این درود هر دعایی رو که بلد هستید میتوانید اون دعا را بخوانید. در نماز دو حالت حالت دعا هستند. حالت اولی در هنگام سجده هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نزدیکترین حالتی هست که انسان با الله متعال دارد، پس بنابراین در سجده دعا بکنید، سزاوار هست که الله متعال دعای شما را بپذیرد. و حالت دوم بعد از خواندن التحیات و درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. هر دعایی را که خواستید می توانید بخوانید و به طور مثال ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار، یا دعاهای دیگری که در این زمینه وجود دارد و اونها را می توانید حفظ بکنید و این دعاها را بخوانید، هیچ گونه اشکالی ندارد. بعد از این که در التحیات نشستید، یک مورد دیگری که از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که ایشون در هنگام نماز و در حالت التحیات با انگشت سبابه خودشون یا سباحه خودشون دعا می‌کردند، یعنی انگشتان را به این گونه به این شکل در نماز قرار می‌دادند، دست چپ به این صورت به حالت عادی گذاشته می‌شود و دست راست به این گونه بر پای راست گذاشته می‌شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام التحیات با این انگشت خودشون اشاره می‌کردند، خصوصا وقتی که دعا میکردن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، این انگشت رو تکان میدادن، یا این که مثلا میگفتن ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن تکان دادن این انگشت، اشاره کردن با انگشت سباحه یا انگشت تشهد، این بر شیطان مانند یک گرز آهنین در واقع سنگین هست. این کیفیت نشستن در حالت التحیات رو باید مد نظر داشته باشیم. ما دو کیفیت داریم. در التحیات اول رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایت ابو حمید ساعدی رضی الله تعالی عنهم به این گونه می نشستند که پای راست خودشان را بلند می کردند، نصب می کردند، یعنی به صورت عمودی پای خودشون رو قرار می دادند و پای چپ رو فرش می کردند، یعنی این پای چپ هست، اینو این پهن می کردند، بر روی پای چپ می نشستند و پای راست خودشون رو به این کیفیت بلند می کردند و دسته ها رو هم به این کیفیت بر روی رانهای خودشون می گذاشتند. این در التحیات اول هست، در التحیات اول یا در نمازهایی که دو رکعتی هست این گونه می نشستند رسول الله صلی الله علیه و سلم. کیفیت دیگری هست در مورد نشستن در التحیات که مخصوص التحیات و قعده دوم هست، مخصوص التحیات و قعده دوم نماز هست بنابر روایت حضرت ابو حمید ساعدی رضی الله تعالی عنه، که ایشان میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در التحیات و قعده دوم می نشستند قدم رجله اليسرى، قدم رجله اليسرى، این پای چپ خودشان را جلو می بردند، یعنی به این کیفیت، و از زیر پای راست این پای چپ را در می آوردند و پای راستشون به این گونه ایستاده بود، پای راستشون راست هست و به صورت عمودی و پای چپ را از زیر پای راست بیرون می آوردند و بر روی نشیمنگاه خودشان می نشستند، یعنی دقیقاً به این کیفیت. این کیفیت نشستن مخصوص قعده دوم هست،
بسیاری از مردم اشتباهاً در قعده اول به این گونه می نشینند. نمازی که یک التحیات و یک قعده دارد باید با همون کیفیت اول بنشینیم. این مخصوص نمازی هست که 3 رکعتی باشد یا 4 رکعتی که 2 تحیات در آن وجود دارد. کیفیت اول در التحیات اول یا در نمازهایی که فقط یک قعده و یک التحیات دارند همین کیفیت هست که باید به این گونه بنشینند. این نشستن کیفیت نشستن در التحیات اول هست. و رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از این که التحیات رو میخوندن، درود رو میخوندن و دعایی میخوندن، هر دعایی که برایشون میسر بود و سلام میگفتند، که حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگوید که کیفیت نماز را که تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، آغاز نماز تکبیر هست و انتهای نماز سلام دادن هست که سلام بگویند. و کیفیت سلام دادن این گونه هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام می دادند که السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، و همزمان با سلام دادن رسول الله صلی الله علیه وسلم به سمت راست نگاه می کردند که السلام علیکم و رحمت الله. به این کیفیت که چهره رسول الله صلی الله علیه وسلم از قسمت عقب کاملا دیده می شد، رخسار رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعد از این که سلام اولی، بر می گشتند به طرف سمت چپ و دوباره سلام می گفتند که السلام علیکم و رحمت الله. به این کیفیت نماز شما در واقع تمام شده. بعد از نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاهایی رو هم میخوندن و معروفترین دعایی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم میخوندن این بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از نماز میگفتند که استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. این استغفر الله را رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 مرتبه تکرار میکردند و بعد از این استغفر الله میگفتند که اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام. به همین اندازه، این دعا فقط همین اندازه هست که اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام. و از کار دیگری که بعد از نماز هستند تسبیحات هستند، سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر، که 33 مرتبه هر یک از این اذکار را شما می توانید که بعد از هر نمازی بخوانید. اگر توانستید 33 مرتبه و اگر نتوانستید کمتر هم وارد شده در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی هر یکی از این اذکار را، سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر، هر یکی را 10 مرتبه هم بگویید، این هم از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت هست. این کیفیت خواندن نماز 2 رکعتی هست که شما به این کیفیت میخوانید. بعد از این که اگر خواستید که نمازتون 3 رکعتی یا 4 رکعتی بود، برمیخیزید و رکعت در واقع 3 یا 4 رو انجام میدید. کیفیت برخواستن بهمون کیفیتی هست که قبلا عرض کردم، به 2 صورت هست. یا این که دسته ها رو بر روی زمین میگذارید، به این کیفیت بلند میشوید به رکعت 3، به این کیفیت همراه با تکبیر گفتن الله اکبر و بلند می شوید. یا همون حالتی که قبلا عرض کردم که با سر انگشتان بلند می شوید، و حالت قبلی این گونه بود که وقتی که از حالت التحیات از قعده اولی بلند می شوید به این گونه الله اکبر بلند می شوید و به رکعت 3. بعد از این که بلند شدید، در اینجا هم رفع یدین هست. بنابر حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه، وقتی که از التحیات اول و قعده اولی برمیخواستند، تکبیر میگفتند که الله اکبر و دسته ها را به این اندازه در واقع بلند میکردند. عرض کردم که در نماز 4 جا وجود داره که به عنوان رفع یدین هستند. صورت اولش و حالت اولش در هنگام تکبیر تحریمه هست، در آغاز نماز، و 3 جای دیگرش هنگام رفتن به رکوع و هنگام برخاستن از رکوع و هنگام برخاستن از قعده و از تحیات اولی. این توضیح را هم خدمت شما بدهم که این مطلبی که من عرض کردم بر اساس احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم و نظریه جمهور فقهای اهل سنت و جماعت است. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقط در ابتدای نماز دسته ها را بلند می کنید. یعنی وقتی که تکبیر تحریمه را گفتید، میگید
الله اکبر دسته ها را بلند میکنید و بعد از آن دسته ها را میبندید. هنگامی که به رکوع رفتید یا از رکوع برخاستید یا از التحیات اولی برخاستید، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در واقع اینها جز سنت های نماز شمرده نمیشوند. این کیفیت نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. امیدوارم سم که انشالله الله متعال به ما توفیق بدهد که نماز را همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواندند انشالله ما هم نماز بخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الله اکبر الله قلت نور حل ذاتي فاسألوني عن صلاتي.